امید محمد نژاد و میهمانش و ما هم در خدمت شما ایم. عرض کنم که آره آقا اینجوری شد ما ورشکست شدیم. جدا میگی اینو؟ آره. یعنی تولید دبه اینه؟ بسیار عالی. آرش حمیدی عزیز خانم مرحمت کردید. بسیار عالی. مدرس عکاسی بسیار با تجربه، بسیار پر انرژی و بی‌نظیر. من خواهش می‌کنم بقیه‌شو خودش بگه. باش. خیلی ممنونم. منم پیش از هر چیزی تبریک میگم سال نو رو به تمام مردم عزیز کشورم و در خدمتتون هستیم در زمینه عکاسی. محبت دارید. آرش چند سال عکاسی می‌کنی؟ از اینکه 8 9 ساله. 8 9 ساله. و از نگاتیف شروع کرده یه اصولا؟ بله، عکاسی نگاتیف یا آنالوگ به عبارتی. بله. و چند وقته که تدریس میکنی؟ نزدیک 3-4 ساله که تدریس عکاسی. خیلی شاگرد تربیت کردی. خیلی یار من دیدم که میپرسم که از کی یاد گرفتین، میگن استاد ما آرش حمیدی بوده. چه حسی داری وقتی آموزش میدی؟ قطعا اصلا وقتی آدم یه چیزی رو داره، یه سری تجاربی رو به دست میاره و بعد داره اینو آموزش میده و به دیگران منتقل میکنه، حس خوبی داره. بلعکس اینکه متاسفانه با توجه به یه سری شاید حالا مثلا بعضی‌ها میگن اوضاع دیجیتال یا شاید نوع عرضه‌ای که در زمینه عکاسی وجود اومده تو این چند سال، یه مقدار افرادی که عکاسی میکنن شاید از تجارب یا شاید بشه بهتر گفت سوادشون رو خیلی آپدیت نمیکنن همراه با تجربه‌ای که دارن کسب میکنن. فقط وقتشون رو میذارن هی بگن ای وای دیجیتال اومد دیگه، کسی قدر آره، ما رو نمیدونه. چه محصول جدیدی اومد، چه وسیله جدیدی اومد، چه ابزاری رو مثلا بدو هم برن بخرن. و خب خودشون از نظر علمی یا از نظر آکادمیکش خیلی آپدیت نمیکنن. و این عکاسی که همین زدن دکمه شاتر و گرفتن عکسه، حالا دیگه مهارت خاصی نیاز نداره. بله، این هم یه نوع تصوره، ولی خب در دراز مدت میبینیم که اگه کسی بتونه وارد این عرصه بشه و دوام بیاره و بمونه، اون وقت این خودش این تصور رو نقض میکنه. خود چه این تفاوت موسیقی داره عکساشون دیگه؟ چه تفاوتی داره؟ تفاوتش رو، تفاوت اون عکسای تجربی با عکس کاملا مشخصه. یعنی تو نگاه اول میشه متوجه شد که اینا یه سری کارهای آماتوریه و خیلی شاید مثلا با تجربه کم یا مثلا بیشتر شاید در اثر یک شکار لحظه باشه، یعنی یک ثبتی از یک لحظه باشه، که طرف دوباره این توفیق رو نداشته باشه بتونه چنین شرایطی رو تکرار کنه. و وقتی که دیگه خالی از اون بستر محتوایی باشه، میبینیم دیگه طرف نمیتونه چیزی تولید کنه. در حالی که عکاسی جز محدود کارهاییه که شاید نه نیاز به مکان خاصی داشته باشه، نه نیاز به زمان خاصی داشته باشه. یعنی شما در همین محیط هم میتونید بهترین تصاویر رو به وجود بیارید و باز در یه محیط خیلی باز و آزادتری میتونید تصاویر خوبی رو هم. آرش، تکنولوژی، اینکه نوع دوربین، نوع فلش، نوع حالا لنز چقدر تاثیر داره توی عکس خوب؟ یعنی تعیین کننده میتونه باشه یا نه؟ قطعا خوب میتونه تعیین کننده باشه، ولی خب بحث اینه که اون عکس کاربردش کجا باشه، قرار کجا استفاده بشه. به عنوان مثال، مثلا اگه قراره که عکس برای یه تصویر خیلی کوچیک توی روزنامه استفاده بشه، شاید یه دوربین معمولی تر همون رو جوابگو باشه. ولی اگه قراره در قطع بزرگ روی دیوار باشه و نوع دیگه ازش ارائه داده بشه، یا مثلا چون برای فروش توی سیستم‌های فروش نمایشگاه اینها بخواد استفاده بشه، مسلماً تکنولوژی اونجا حرف خاصی داره. حالا اینو برای چی پرسیدم؟ خیلی از دوستان میخوان عکاسی کنن، بعد میگه مثلا من فلان دوربینو که ندارم، حالا مثلا اسم برندا رو نمیخوام ببرم، یه دوربینی دارم که دوران هنرستان من باش کار میکردم. من خودم توصیه میکنم میگه اصلا با دوربین موبایل شروع کن اگه میخوای. و اینو دارم میپرسم که یعنی واقعا تعیین کننده است که حتما دوربین بروز همه چی تمام یا نه با حداقل هم بچه‌ها میتونن شروع کنن کار بکنن، کار خوبم بکنن؟ قطعا اون چیزی که اسمش عکاسی هست، یعنی گرفتن و ثبت کردن، طبیعتا به هیچ چیز ویژه‌ای نیاز نداره. حتی با دوربین موبایل هم میشه اینو با کیفیت تمام ثبت کرد. فقط بحث ارائه هست که این رو کجا بخواید ارائه بدید. این یه مطلبه. مطلب دیگه هم اینه که باز بعضی از سیستم های کاری مثل مثلا سردبیران عکس ها، مجلات و امثال این موارد ممکنه نیاز داشته باشن قطع و قسمتی از یک عکس بزرگ رو استفاده کنن. اونجاست که تکنولوژی و کیفیت و این بحث بازار داغ پرهیاهوی مگاپیکسل که خیلی راه افتاده توی امروز دیجیتال، اونجا این مطرح میشه که مثلا شما بتونید کراپی از یک عکس بزرگتر رو در اختیار داشته باشید. ولی یاد نگاتیو بخیر که در صورت محدودیت پیکسل نداشتیم و پیرمرد نباش دیگه. نه نه، من هر روزم آخه گاهی میگیرم به عکسای آرش رو ببینین. خب آره، پشت سر من داره
آرش توضیح رو عکس بده که عکس ها کجاست چیه؟ این مال سال 83 یا 4 اگه اشتباه نکنم بندر گناوه است. خب نیمه شب ساعت فکر کنم 2 3 صبح با نور ماه گرفته شده و باریکل. آره روشنیش هم به خاطر همون نور ماهه. این هم کبیر. این کیه؟ یه بچه‌ای. دوست دارم. چه عکس خوبیه. یکی از دوستام. و این؟ این از بالای هواپیما در سال 83 گرفته شده. آقا مگه ممنون نیست تو هواپیما عکاسی نباید بکنید؟ دیگه خب وقتی عکاسی میکنید مجبورید دست ممنونیت ها رو هم دور بزنید. ای دیو سپید تصویر رو ببینیم. ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند. دماوند. عکس بعدی؟ این هم که یکی از پارک های تهران، پارک ملت اگه اشتباه نکنم، توی یه شب برفی آسمون واقعا به همین اندازه که میبینید سرخ بود اون شب. عجب. فکر کنم پارسال بودین نه؟ سه سال، چهار سال پیش. چهار سال پیش. شما هر شب پارک ملت میدونی که این بوده؟ پارسال آخه یادمه که اتفاق اونجا افتاده بود. و این آرش؟ این هم نزدیک آستاراست. کوههای اسمش الان خاطرم نیست. اسپیناس، کوه اسپیناس. من دوست دارم به جای اینکه درباره عکس ها بگی یه چیز دیگه هم برامون بگی. عکس ها رو ببینیم دوستان، همینطور ببینیم. آره. زیبایی‌ها رو از چشم دوربین آرش، اما میخوام بدونم که تو از چی عکس نمیگیری اگر ببینی؟ سوال خیلی خاصیه. چرا؟ چون که آره. وقتی شما مثلا دوربین همراهتون هست، خب ترجیحاً سعی میکنید چیز خاصی رو دست ندید، ولی کاری که الان چند سالی دیگه تقریبا میشه گفت انجام نمیدم عکاسی از طبیعت. چرا؟ چون که من خودم شخصا خیلی یه عکاس به عبارتی علاقه و اولویت اول من عکاسی شهری، عکاسی خیابانی، اوربان فوتوگرافی، لندسکیپ های شهری و امثال اینجور کارها بود به عبارتی. ولی خب متاسفانه چند سالی دیگه تقریبا میشه گفت تو شهرهای بزرگ که تقریبا به طور قاطع میشه گفت اصلا نمیشه عکاسی کرد از مردم، خیابون، شهر و امثال اینجور موارد. در نتیجه شاید مثلا عکاسی مناظر، نیچر. چرا نمیشه؟ بحث مجوز داری یا فرهنگ مردم، شکل نگاه مردم به این موضوع؟ تقریبا میشه گفت هر دو تاش هست. هم بحث اینه که یه سری چیزها شاید تا حدی امنیتی شده، حساسیت ها بالا رفته روی عکس و آنچه که مستند میخواد قرار بگیره. از طرف دیگه نوعی از خود دیدگاه و فرهنگ مردم، فرهنگشون، فرهنگ مردم ما جوریه که نسبت به عکس گارد خیلی ویژه‌ای دارن. حالا چرایش؟ آخه ببین ما همش هی الکی میشینیم میگیم آقا ما بهترین های جهانیم، ما بهترین مردم جهانیم، بعد اون وقت یه دوربین عکاسی رو نمیتونیم تو شهر خودمون بین خودمون تحمل کنیم. من و شما شهروند رو دارم میگم. بله بله، البته که یه جای حرمت شکنی شده ها، یعنی قطعا خیلی از حالا کسانی که عکاسی میکردن خیلی ها با ماشین زدن به مردم. آیا کسی نباید سوار ماشین نه شه؟ دقیقا. اتفاقا من میخواستم یه اشاره هم بکنم به این مورد. جای دوستان خالی که ما هفته دو سه هفته پیش هندوستان بودیم و با جمعی از عکاسان مشغول عکاسی از هندوستان بودیم. مثلا در فرهنگ اونها اینجوریه که شما اگر دوربین داشته باشید و ازشون عکس نگیرید ناراحت میشن. چه جاله. آره آقا آره. نور کم بشه باید چی کار کنی؟ الان نور داره کم میشه. نور کم میشه، راهکارهای مختلف این سالهای ابتدایی ها. خب پاشین بیان اینجا، آقا دارم میگم نورمون داره کم میشه، دیافه دوربین رو باز کنید. دیافه رو باز کنید و بریم اون طرف. آره میریم اینجا که همون چیزی که همون کاری که آرش میگه همون کارو بکنید. دیاف باز، حساسیت بالا. خب دیاف باز، حساسیت بالا. باش. جمله پایانی این که سال خوبی داشته باشید و با عکاسا صمیمیت‌تر باشید تا بتونن راحت‌تر از مردم و شهر عکس بگیرن. آره واقعا سلام. خب بریم.